با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند، آریا هستم. یک راست بریم به سراغ اصل برنامه. این برنامه چند بخش خواهد داشت. من یه متنی رو که درباره بخش اول برنامه نوشتم براتون بخونم، درباره بحث این که چرا تحریم انتخابات مهم است. جمهوری اسلامی هیچ همپیمان واقعی در جهان ندارد. کشورهای جهان، خصوصا کشورهای قدرتمند، مثل سران جمهوری اسلامی نیستند که تنها نوک بینی خودشون رو ببینند. برنامه ریزی بلند مدت دارند. وقتی انتخابات به مثلا مشارکت زیر 10% برسه، به یک مشارکت بسیار پایین برسه، همان روسیه و چین هم به تزلزل این رژیم واقف خواهند شد و اعتقاد قطعی پیدا میکنند. جهان غرب از آمریکا تا سایرین به دلیل منافع خود، بارها در این مورد صحبت کردم دیگه نمیخوام این قضیه رو باز کنم، تا به حال حامی این نظام بودند. بارها توضیح دادم که اینا به خاطر منافع خودشون، آمریکا و جهان غرب، تا به حال حامی این نظام بودند. واقعا الان دیگه در این برنامه نمیخوام باز کنم، خیلی در این مورد صحبت کردم. ولی دقیقاً به همین دلیل منافع خود، وقتی اطمینان حاصل کنند که اوضاع مشروعیت حکومت تا این حد بغرنج است که مثلا مشارکت به زیر 10% برسه و تا این حد پایگاه مردمیش متزلزل است، به دنبال تعامل با نیروی جایگزین این حکومت خواهند رفت و برای شرایط نبود این حکومت برنامه ریزی خواهند کرد. البته که باید دانست نیروی جایگزین دلخواه اونها بازگشت پادشاهی پهلوی نیست، ولی همان را هم این ما هستیم، ما ملت ایران هستیم که باید به آنها تحمیل کنیم. باید نشان داد که خاص یک ملت چیست و ایرانیان هرگز پروژه های دلخواه آنها در تقابل با بازگشت پهلوی را نخواهند پذیرفت. این را هم بگویم، این بخش خیلی مهمه، این را هم بگویم که باید با اطرافیان خود در این مورد صحبت کنید، خصوصا در شهرهای کوچکتر هستند عده‌ای که در انتخابات مجلس میبینند آشنا و فامیل آنها کاندید شده، فکر میکنند سودی بهشون میرسه، میرن و رأی میدن. این خیلی نکته مهمیه دوستان، این رو هرگز فراموش نکنید، بسیار مسئله مهمیه. ببینید، من خودم بچه شهرستانم، من خودم بچه مرند، زاده مرندم، ولی واقعیتی وجود داره. در انتخابات مجلس در شهرهای کوچکتر همیشه یه سری از هموطنان میبینند یکی از آشناهاشون، یکی از دوستاشون، یکی از فامیلاشون، یکی از نزدیکانشون، یه آشنایی رفته کاندید انتخابات مجلس شده، بعد اینا فکر میکنن یه سودی بهشون میرسه، میرن رأی میدن. یا بعضی جاها هم که رأی قبیله‌ای و اینا متاسفانه وجود داره. باید صحبت کنید. نمیشه هموطن عزیز وظیفه ملی خودتون رو انجام ندید. من میدونم خیلی از شما در شهرهای مختلف کشور دانشجویید، خیلیاتون در شهرهای مختلف زندگی میکنید، خیلی از مخاطبین این برنامه در روستاهای مختلف کشور هستن که درود به همه عزیزان میفرستم. حتما روی مسئله کار کنید، حتما آگاهی سازی کنید. واقعا اهمیت داره که انتخابات مشارکتش بسیار پایین باشه، به دلایلی که عرض کردم. این کارم دیگه نه بحث خطر خونریزی هست درش، نه بحث نمیدونم سرکوب هست درش، نه بحث اینها. واقعا این کار دیگه انجام نشود، من نمیدونم چی باید بگم. هیچ خطر و ضرری برای هیچ کسی نداره این قضیه. این حداقل کاریه که جامعه ایران باید انجام بده. دیگه این همه جنایت رو وقتی اینها انجام دادن، دیگه آدم نمیدونه واقعا چی بگه. به نام خداوند اعدام قبل از ازان، خداوند باران تیر از زمین و زمان، خداوند آغوش سرد از نفس های یخ، خداوند بخشنده خون به رنگ این کمان. قسم به خاک این وطن، به غنچه های در کفن، تقابل تفنگ و تنگلای و گلنگ دنگلوله های در بدن، که آه مادران ما، که
که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما، که آه مادران ما که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما. مسئله دوم این بحث تحریم انتخابات بود. مسئله دومی که ولادیمیر پوتین یه مصاحبه خیلی جالبی کرده، یه مصاحبه خیلی مهم میکرده که یا این مصاحبه خیلی بازخورد خواهد داشت، مثل بمب خواهد ترکید، یا اتفاقا به شدت سانسور خواهد شد در مینستری میدیای جهان. خیلی جالب بود این مصاحبه و من همینجا هم باید بگم که من مجبورم یه زیرنویسی بنویسم زیر تصاویر پوتین که این هیچ ربطی به جنگ اوکراین نداره، برای اینکه ته یک بخشنامه این کانال یوتیوب اومده عنوان کرده که اگه درباره جنگ اوکراین صحبتی مطرح بشه امکان این است که کانال ها اخطار بگیرن، برنامه ها اخطار بگیرن و کانال ها به طور کل اخطار بگیرن، لذا من پوزش میخوام که اینو زیر می‌نویسم. اما بهتون میگم چرا این مصاحبه پوتین برای ما مهمه. چیزهای مهمی که گفته این بوده، ببینید حالا لب کلام مصاحبه رو من میخوام بهتون بگم. اولا گفت من کلن میدونم که اونها یعنی آمریکایی‌ها از روسیه 150 میلیونی نمیترسن، از چین 1 میلیاردی میترسن. بعد گفتش که خیلی این جالب بود، گفت ما با تمام وجود میخواستیم با غرب متحد بشیم. گفت برای اولین بار، این رو دارم مطرح میکنم، برید از خود کلینتون بپرسید. گفت من خودم با آمریکا رفتم و با کلینتون دیدار کردم، ظهر در کاخ سفید بودیم. گفتم که نظرت چیه بیل کلینتون که ما هم به ناتو بپیوندیم؟ گفت بسیار عالی است. بعد اونجا گفته که پوتین گفته نظرت چیه که ما هم یعنی روسیه هم به ناتو بپیوندیم؟ خیلی جالبه. و کلینتون پاسخ داده بسیار عالی است. اینو سر میز سر ظهر توی اتاق بیزی کاخ سفید گفته بهش. بعد سر میز شام پوتین میگه که کلینتون گفت که من با تیمم صحبت کردم، امکان چنین چیزی وجود ندارد. بعد در بخش دیگه از مصاحبه گفت سر عراق با بوش، پرزیدنت بوش تعامل کردم و وقتی میخواد سامانه ضد موشکی آمریکا در منطقه رو بسازه، بوش گفت که این را ضد ایران، یعنی ضد جمهوری اسلامی درست داره بگیم، میسازیم این سامانه ضد موشکی رو در منطقه. من پیشنهاد کردم، این خیلی جالبه، میگه من پیشنهاد کردم چرا ما هم در کنار شما نباشیم و با هم در این سامانه ضد موشکی شریک نشویم. بوش استقبال کرد و بعد از یه مدتی گفت نه نمیشه. حالا اولا پوتین در این مصاحبه در قبل تر از این صحبتهاش لزوم حمایت از سربها رو سر ماجرای یوگسلاوی از سمت روسیه مطرح کرد، به شکلی که نشون داد روسیه سربها رو تحت هر شرایطی حمایت کرده، میکنه و خواهد کرد. اما نشون داد که دید روسیه به جمهوری اسلامی هیچ وقت این چنین نبوده، به عنوان یک متحد تاریخی ایدئولوژیک خونی و اینها هیچ وقت به جمهوری اسلامی نگاه نکرده و اگر شرایط حکم کند، اگر سیاست اقتضا کند، اگر لازم باشد جمهوری اسلامی را مثل خیار خواهد فروخت. دوما از دید او لب کلامی که در این مصاحبهش بود، آمریکا از دوگان سازی و دشمن تراشی سود میبره ولی میخواد این دشمنان فرضی ضعیف نگه داشته بشن، نه اینکه یه دشمن واقعی قدرتمندی باشن مثل شوروی. یعنی درسته که مثلا بر ضد شوروی آمریکا اون اقدامات انجام داد و شوروی رو فرو پاشوند و اینها، اما خب اون یه دشمن واقعی قدرتمند بود. آمریکا از دشمنان غیر قدرتمند بعدش نمیاد، فقط میخواد قوی نباشن. برای ما این نکات رو داشت این مصاحبه،
دو نکته مهم این مصاحبه پوتین این بود. یکی اینکه اینو خیلی دقت کنید، چون من خیلی جاها میشنوم هموطنان یا این رو ابراز میکنن یا در ته دلشون برخی ها فکر میکنن توی کامنت ها اینا مشخص این نوع نگاهشون که مثلا آقا یه آدمی مثل پوتین داره از اینا حمایت میکنه، خب دیگه ما کاری از دستمون بر نمیاد که. مثلا پوتین هم نشون داده یه جاهایی که تا آخرین قدم وای میسته، محکم وای میسته، از کسی که متحد ایدئولوژی که خودش میدونه دفاع میکنه. خب و اینا آخر پوتین رهاشون نمیکنه دیگه. اما اتفاقا همین مصاحبه نشون داد که اولا نگاه پوتین به جمهوری اسلامی اصلا اینطوری نیست که بخواد مثل سرب ها به هر قیمتی از اونا دفاع کنه. کما اینکه اصلا خودش جالب بود، مثلا یه جایی داشت گفتم بهتون دیگه، یه جایی مثلا رفته بود موش گفته بود در این سامانه ضد موشکی ما هم بیایم کنار شما بایستیم. بارها و بارها این دیدیم، با عراق هم دیدیم چه برخوردی کرد با صدام. و اصلا متحد تاریخی و خونی خودش نمیدونه جمهوری اسلامی رو، و اگر سیاست حکم کنه، اگر لازم باشه شرایط اقتضا کنه، به راحتی رهاشون خواهد کرد. این یه مسئله مهمی بود که از این مصاحبه باید بدونیم، خیلی هم مهم بود. دوما این که آمریکا از وجود بازی مرگ بر آمریکای جمهوری اسلامی سود میبره. این هم یه واقعیت، این هم باید بدونیم. مسئله دیگه که میخوام خدمتون عنوان کنم درباره آقای مراد ویسیه، ولی من یه چیزی رو اینجا تو پرانتز بگم. در دو برنامه پیش اگر اشتباه نکنم، این برنامه‌ای که پوسترش رو براتون قرار میدم، من اومدم یه سری صحبت‌ها رو بر ضد جوانمردی از سمت آقای مشتبه واحدی مطرح کردم. من نمیدونم دوستان، برخی از هموطنان مثل این که دقیق برنامه رو نمیبینند یا دقیق گوش نمیدن من چی میگم، چون من برای صحبت‌هایی که میکنم فکر میکنم و اتفاقا دقیق صحبت میکنم و امیدوارم که همرزمان و هموطنان عزیزم دقیق ببینن. ببینید، من در اون برنامه نه تمام قد از مشتبه واحدی حمایت کردم، نه هیچ گونه حمله‌ای به مشتبه واحدی کردم. خیلی واضح و آشکار گفتم، برید ببینید اون برنامه رو با دقت دوباره ببینید چی گفتم. گفتم که مشتبه واحدی جزء معدود افراد جمهوری خواهی است که وابسته نیست، وابسته به فلان اندیشکده، وابسته به فلان، و این بسیار مهمیه. اینو به عنوان چیز مثبت گفتم. بعد گفتم یه شرطی من خودم دارم که با کسانی که جمهوری خواهند و پرچم ملی رو قبول دارن، تمامیت ارضی رو قبول دارن، زبان فارسی رو قبول دارن و پهلوی ستیز نیستند، ما فعلا دعوایی نداریم تا اون روزی که به وقت انتخاب نو حکومت و اینا یه جنگ سیاسی خواهیم داشت. این رو هم گفتم و اتفاقا فکت آوردم از صحبت‌های مشتبه واحدی در مورد علی جوانمردی که نشون بدم بحث ما با جوانمردی حتی بحث فراتری از پادشاهی و جمهوری، بحث ایران و تمامیت ارزشه. و اتفاقا به نوعی حمایت من اومدم صحبت‌های آقای مشتبه واحدی رو هم در مورد جوانمردی مطرح کردم. اما همه اینا رو گفتم، بعد یه نکته مهمی رو گفتم. همه اینها درست، ما هم دعوایی الان نداریم با کسانی مثل مشتبه واحدی که بسیار هم آدم های کمی هستند، تعداد بسیار کمی هستن. اما این رو هم باید بگم که جمهوری خواهی تهش به نظر من این خطر رو داره که این تیپ افراد خواسته یا ناخواسته، در اون برنامه دو سه بارم گفتم یا ناخواسته، میان مثلا جمهوری خواهی رو تبلیغ میکنن در آینده، بعد در اون زمین بازی جمهوری آدمهایی که مستقل هستند و وابسته نیستند و جمهوری خواهند به قدرت نخواهند رسید. منظور منم شخص آقای واحدی نبود، چون دیدم یکی از هموطنان نوشته بود واحدی گفته که من نمیخوام هیچ وقت قدرت سیاسی داشته باشم در آینده. منظور من این کسانی است که وابسته نیستند، جمهوری خواهند، ولی فکر میکنند که فردا این تفکر جمهوری خواهی، این طیف جمهوری خواه به قدرت میرسند. من گفتم نه، چنین نخواهد شد. جمهوری خواهان آینده ایران رو هم گفتم، گفتم یا
آدم‌های خواهند بود از هسته اصلی قدرت جمهوری اسلامی که با لباسی دیگر، با ظاهر دیگر، با حالت غیر اسلامی برای حفظ منافع هسته اصلی قدرت جمهوری اسلامی که 40 سال مملکت ما رو بلیده، یا اینا میان روی قدرت یا آدم‌های مجاهدین میان روی قدرت بدون اینکه عکس مسعود و مریم رو داشته باشن، بدون اینکه شعار مسعود و مریم رو بدن ولی از طرف اونها از نظر مالی حمایت میشن، یا آدم‌های کشورها و اندیشکده‌های اجنبی برای منافع اونها با کمک اونها میان در زمین بازی جمهوری و کشور ایران رو میبلند و منافع ایران رو در اختیار اجانب میذارن. و حالا مسئله دیگه، حالا من سه تا چیز مهمش رو گفتم و حرف من این بود، گفتم که آقای واعدی من میدونم مستقلی، من مشکل و دعوایی هم باید ندارم، ولی این رو هم باید بگم که ته تفکر جمهوری حتی اگر کسی خودش هم نخواد و آدم بدی هم نباشه این خطر رو داره. من اینو چرا دارم میگم؟ برای اینکه یه سری از هموطنان اومدن و گفتن که آقا تو چرا داری حمایت میکنی از واعدی، آقا تو چرا داری حمله میکنی به واعدی. نه حمله بود نه حمایت، من یه سری نکات رو گفتم، بعدش هم یه خطری رو درباره تفکر جمهوری خواهی گفتم، تموم شد رفت. حالا البته لازم بود اینو بگم، نه فقط برای اینکه پاسخ داده باشم به اپاماتی که برای دوستان به وجود اومده، اما اتفاقا مربوط به این بحث آقای مراد ویس. ببینید، خب این دید من نسبت به یه آدمی مثلا مشاوادی که من مستقل میدونم، شاید هم دوستان نظر دیگه‌ای داشته باشن، نظر همه محترم، اما خب این نگاه خاکستری بدون دعوا بدون مشکل به کسانی مثل ایشون. از طرف دیگه این بحث رو هم من کاملا قبول دارم که اگر افرادی هر گذشته‌ای داشته باشن، ما موظفیم آغوشمون باز باشه که بیان و مثلا به سامانه به میهن پرستان بپیوندند و مثلا جذب کنیم دیگه، حالت دفعی نداشته باشیم. این حرف موقعی درسته که ما با یک فرد مستقلی طرفیم، نه با یه آدمی مثل مراد ویسی. مثلا شاهین نجفی یه فرد مستقل بود، یه کانال یوتیوب داشت واسه خودش، تو کانال یوتیوب حرفاشو میزد و مجموعه شبکه‌های اجتماعی شکل هنرمندی بود با یک عقاید چپگرایانه داشت در مدتی، مسائلی رو مطرح کرده بود و و و و خیلی چیزهای دیگه. خب شاهین نجفی یه روزی اومد گفت آقا من دیگه این عقاید رو ندارم، من فرد ملی هستم، من طرفدار پادشاهی ام، من شخصا اصلا دیگه تمام گذشتهشو فراموش کردم. گفتم آقا درود به شرفت، همرزمیم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن، و همیشه هم از شاهین نجفی حمایت کردم. این یعنی جذب آدم‌ها و آغوش باز. با وجود اینکه این رو هم باید بگم، هموطنان باید متوجه این قضیه باشن، تک به تک ماها، من و شما عزیزی که این برنامه رو می‌بینید و همه افراد و شخصیت‌هایی که یک تریبونی دارن، چه کمتر شناخته شده چه بیشتر شناخته شده، ماها با هم سر مسائل اختلاف نظراتی داریم. حالا یه چیزی رو یه جا شاهین نجفی میگه، من ممکنه با یه حرفش یه جا موافق نباشم. آقای ایکس، خانم ایگرگ یه چیزی رو میگه در مجموعه پادشاهی خواهان، من ممکنه با فلان حرفش موافق باشم یا نباشم، اما در مجموع خیلی هم من خوشحالم که شاهین نجفی اومد، استقبالم کردم، همیشه هم ازش حمایت کردم و هر جایی هم که حرف خیلی خوبی زده بازنش کردم و مشکلی نداریم ما با این بحث جذب به نظر من. اما همه اینا در مورد افراد مستقله. مراد ویسی که یک فرد مستقلی نیست که بگیم نشسته کانال یوتیوب داره حرفاشو میزنه یا مثلا رسانه‌ای داره یا هر چیزی، نه خیر، ایشون یکی از مهمترین افراد رسانه دولتی عربستان سعودی به نام سعودی نشناله. چرا لازم شده این حرفا رو بزنم؟ برای اینکه من دیدم که اولا یه کلیپی پخش شد، ما مردم ایران به لحاظ قضاوت تاریخی به شاه فقید ایران بدهکاریم.
ما در سال 57 به این آدم که یکی از وطن دوستترین و دلسوزترین آدمهای ایران بود، یکی از وطن دوستترین و دلسوزترین حاکمان ایران بود، ما به این آدم ظلم کردیم. در فضای مجازی در سطح گسترده که مدیر ایران اینترنشنال داره میگه به پادشاه ظلم کردیم، یک معذرت خواهی بهش بدهکاری. خیلی ها تشویق کردن، خیلی ها هورا کشیدن روی این مسائل و اینها. از طرف دیگه آقای مرادویسی یه سری حرفا به نفع پادشاه زده در شبکه‌های اجتماعی خودش غیر از این مسئله. من باید یه مسئله مهمی رو بهتون بگم دوستان. نوشتم این شبکه دولتی یعنی سعودی نشنال بر اساس تفکر فلان شخص ایرانی اداره نمیشه که کسی فکر کنه مثلا اینا توبه کردند و آگاه شدند و در سمت درست میخوان بایستند. الان با شرایطی که پیش اومده، با بسته شدن من و تو و مسائل متفاوت دیگه، اینا میخوان دوباره از دید خود اعتماد سازی کنند، معنیش خیلی روک بهتون بگم سفید شویی کنند گندایی که زدن رو. به وقتش در موقع حساس مثل فاجعه‌ای که در انقلاب ملی آفریدند باز گند خودشون رو تکرار خواهند کرد. فکر میکنم هر انسان آگاهی که مسائل سیاسی رو پیگیری میکنه و قلبش برای وطن میتپه میدونه که چه فاجعه‌ای سعودی نشنال در انقلاب ملی به بار آورد. کوچکترین بخش اشارات به این ماجرا رو میتونید در این برنامه‌ای که پوسترش رو میبینید ملاحظه بفرمایید که چیکار کرد رسانه سعودی نشنال در انقلاب ملی. حالا من رو نوشتم جناب یزدان پناه سردبیر دماوند برای من در کامنت زیر این پست نوشتن وظیفه مراد ویسی نزدیک کردن به افراد تاثیرگذار و سپس الغای ظریف خط جمهوری اسلامی به آنهاست. شخصا شاهد بودم چون کار کردن با هم در رادیو فردا زمانی که چگونه در رادیو فردا با همین روش خط سوریهی شدن ایران در صورت اسقاط جمهوری اسلامی رو الغا میکرد. حالا این صحبت ایشون رو من خواستم بازتاب بدم، اما باز متن رو نوشتم چون دیدم که برخی از هموطنان گفتم نه باید مثلا مراد ویسی نظرش عوض شده، مراد ویسی فلان. حالا من نوشتم اگر برخی دوستان تنها چند ثانیه از سخنان افراد مهم رسانه‌ای چون مراد ویسی رو در اینستاگرام میشنوند، یک کلیپ 30 ثانیه‌ای میبینن که طرف مثلا برگشته گفته ما به شاه بدهکاریم، ما معذرت به پادشاه بدهکاریم، شاه خیلی آدم خوبی بود و اینها، سریع قلبشون اکلیلی میشه. این تیپ عزیزان بدونند من تقریبا تمام برنامه‌های مراد ویسی رو در رسانه‌های اجتماعیش دنبال می‌کنم چون فرد مهمی است، نه برای اینکه قبولش دارم، چون فرد می‌خوام ببینم چیه اندیشه و مسیری که اینا می‌خوان برن. فرد مهمی است در سعودی نشنال. او اخیراً تمام قد از شاه دفاع کرده. من دیدم در یه برنامه‌ای در کانال یوتیوبش اومد و مثلا گفتش که شاه یعنی اعلیحضرت شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی همایون آریامه زنده ترین فرد سیاسی ایران، یکی از زنده ترین افراد جامعه سیاسی ایران. شاه هنوز زنده است، شاه خدمات خیلی بزرگی به ایران کرده، همین الان میبینیم این مرد انقدر بزرگه که مثلا بعد از چه میدونم چند دهه از درگذشتش هنوز اینقدر نقش پررنگی رو در جامعه سیاسی ایران بازی میکنه. بعدم گفتش که پادشاهی خواهان یه بخش مهمی از فضای سیاسی ایران هستن. این صحبت‌ها رو کرد که تک به تک این صحبت‌هاش هم درست بود، اما نکته اینجاست چندین تا جای این صحبت‌های مثبت رو این در تمام برنامه‌هاش و پلتفرم‌هاش اینا مطرح میکنه، اما من چون دقیق پیگیری میکنم در میان تمام این تعریف و تمجیدها حرفای اصلی رو تو برخی برنامه‌ها میزنه. مثلا تو یکی از برنامه‌هاش که خودش گوشته بود در کانال یوتیوبش اومد عنوان کرد که یه بار اون همبستگی نشد، منظورش بازی علی نژاد و اسماعیلیون و جورج تاون و اینا بوده. ها
حالا باید بار دیگه مثلا افراد مختلف، گروه های مختلف اینا بیان کنار هم بشینن کارو پیش ببرن. یعنی چی؟ یعنی رسماً داره میگه پروژه رهبرتراشی ما برای اسماعیلیون، برای علی نژاد و برای چند نفر در اون رسانه سعودی نشنال شکست خورد. رک بهتون بگم، میهن پرستان و ملت آگاه ایران شکست دادن اون پروژه رو، هرچند بسیار ضربه زد به انقلاب ملی، بسیار ضربه زد به انقلاب ملی. اما حالا دوباره در فکر رهبرتراشی جدیده، دوباره پروژه رهبرتراشی در ذهنش هست که علی نژاد و اسماعیلیون های جدید رو تحمیل کنه و گفت هیچ شخصی پتانسیل رهبری ایرانیان رو به تنهایی نداره. دقیقا منظورش پهلوی سوم بود. یعنی دوباره ما بیایم رهبر بتراشیم، حالا علی نژاد و فلان نشد، مهتدی و کومله و اینها نشد، حالا دوباره یه سری دیگه، دوباره یه سری دیگه لپ لپ در بیاریم، تحمیل کنیم به جامعه، جامعه بیفته دوباره در زیر شبکه‌های مجازی رضا شاه دوم که آقا برید اتحاد، دوباره همبستگی دوباره با یه مش آدم و همون آش و کاسه همون کاسه. البته که این مسائل ها، چیزایی که گفتم، فکر مستقل اون که نیست، که رسانه‌ای که او در اون جایگاه بالایی داره هم مستقل نیست. تنها هدف مراد ویسی و سعودی نشنال، که مراد ویسی یکی از افراد مهمه، بسیار مهمه رسانه سعودی نشناله، باز پسگیری اعتماد میهن پرستانی است که عملکرد فاجعه بار سعودی نشنال رو دیدند و بر ضدش ایستادند. سعودی نشنال از نظر بی‌اعتبار شدن در مسیریه که بی بی سی بهش دوچار شد و اینها زرنگن، سریع اومدن ترمیم کنن این قضیه رو. هدفشون هم اینه که سفید شویی کنن، چهار تا تعریف بکنن از پهلوی، از شاهنشاه آریامهر علل خصوص که الان زیر خاکن، و دوباره بازی های خودشون رو را بندازن، دوباره باز بازی جدید در اون رسانه آغاز بشه. این که مراد ویسی رو یک فرد مستقل تنها ببینیم و بگیم خب حالا یه اشتباهی کرده در گذشته و الان توبه کرده و اینا، این واقعا ساده انگاریه. من که پدرکشتگی با یه فردی به نام مراد ویسی ندارم. مراد ویسی برای من یه فردیه، نمیدونم شاهین نجفی هم برای من یه فردیه، ایکس هم یه فردیه، ایگرگ هم یه فردیه. نه، من واقعیاتو دارم میگم. اینطوری نیست که ما بیان بگیم مراد ویسی یه شخصیت در فضای سیاسی مطرح و یه شخصیت مستقل، حالا دیگه اصلا الان همین این ثانیه فهمیده که اشتباهاتی کرده در گذشته، حالا اوکی ما هم آغوش باز بگیم چشم. نه تنها این فرد مستقل نیست، بلکه وابسته است به اون رسانه‌ای که رسانه 100% دولتی است، با اهداف مشخص. بارهام در این مورد صحبت کرد. هدف اینها هم الان فقط جذب دوباره اعتماد مخاطبین، کس که اعتمادشون رو از دست دادن نسبت به اون رسانه. این واقعیت. حالا هر کاری میخواید بکنید بکنید، هرچی دوباره بیفتیم آی نه اینا گناه داره، یه چیزی دوباره بیفتیم توی بازی جدید رهبر تراشی، یک پروژه جدیدی دوباره بدتر از جورج تاون. من دیگه واقعا این بار نمیدونم باید چیکار بکنم، برای اینکه ببخشید آره شدم، خودم در مورد خودم صحبت میکنم که جلوی قضیه پروژه اسماعیلیون و علی نژاد و اینا بیستم، و خیلی از شما هم کوشش کردید دوباره ماجرای جدید و به خاطر اکلیلی شدن قلب چهار نفری که دوتا تعریف میشنوند از پهلوی رو، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. نه خیر، رسانه سعودی نشنال راه بازگشت نداره، برای اینکه اصلا رسانه دولتیه. ببین، یه فرد که باهاش طرف نیستیم، که یه انسان مستقر رو که باهاش طرف نیستیم، که اهداف خودش رو هم داره اون دولت. دیدیم چه بلایی سر انقلاب ملی آورد. ببین هموطن، من یکی از برنامه آقای تنگستانی رو میدم، محمد تنگستانی رو، یه مهمان دعوت کرده بود، من اون مهمون رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم کی است، فقط میدونم در این حد که زندانی سیاسی بودن در ایران و
الان هم در ایران هستن و مثل اینکه روزنامه‌نگار بودن قبلا. یه بخشی، یه چند جمله ای رو ایشون مطرح کرد که بسیار این جملات درست داخل ایران هم اینو مطرح کرد. من سعی کردم اساسا وارد مجادله‌های خارج کشور تا یه زمانی نشم. من گفتم مثلا من نه در خارج کشورم هم خیلی اهمیتی داره که حرف بزنم، اما خیانتی که سال گذشته به مردم ایران، به ملت ایران، به جنبش ایران، به مهسا امینی، به نیکا شاکرمی، به حدیث نجفی، به سارینا اسماعیل‌زاده، به مهشاد شهیدی، به جواد روحی، به مجید رضا رهنورد، به کیان حسینی، به کیان پیرفلک شد، اصلا نمیذاش که یه آدم مثل من خفشه، خفه خون بگیره و نذاره بگه اینو. من اینو با صدای بلند میگم، همون جوری که به بچه های مستقیم تبلیغ کردن، امثال آمد اسماعیلیون و معصوم قومی کلا یا کلا یا هر چیزی مستقیم به قلب جنبش ملت ایران زدن و شلیک کردن، اصلا هیچ گفتنش ندارم و این رو تو زمین من مونده، این بغض اینجا مونده. من و واقعا این رو میگم، روزی اگر برسد در مورد تک تک این خیانت ها، در مورد تک تک این منیت ها، در مورد تک تک این بلاهت ها و سفاهت ها، اینها باید جوابگو باشن. بعضی از هموطنان، من این آقا رو نمیگم ها، به طور کلی اصلا منظورم این آقا نیست، برخی از هموطنان توی حالتی هن هنوز که هنوزه دارن به عمار ملکی و علی نژاد و اسماعیلیون و اینا حمله میکنن، کار رو درستی هم میکنن، اینا رو باید تا جایی که میتونید بکوبید. درود هم بفرستم بر علی آقا کریمی با اون استوریش که شلیک کرد به مغز عمار ملکی، که عمار ملکی یکی از پست‌ترین آدمایی که دقیقا در پشت صحنه تمام کثافت‌کاری‌ها بوده. اما اوکی، این حملاتو بکنید، بس، درود بهتون، کار درست می‌کنی. اصل کاری سعودی نشناله، تمام این مهره‌ها سوختن به همت همه امامیان برستان، اما مهره ها سوختن، مهره ساز که نسوخته. اصل بدبختی ما سعودی نشنال بود که اینها رو اصول لب لب در آورد. تمام این بازی رو سعودی نشنال را انداخته. چطور ممکنه که یه سری افراد مثلا هنوز، مگه مثلا علی نژاد و اسماعیلیون و عمار ملکی اینا خودشون گوهی هن؟ ببخشید اینقدر رک میگم، ولی سعودی نشنال گوهی هست، اصل کار اونه. باز این بازی ادامه داره. حالا ما دوباره بیایم مثلا درگیر این بازی بشیم، دوباره بیام که چی، که مثلا حالا ببینید، آخه یه خوردم ببین، واقعا ما که بچه نیستیم، که مثل بچه که نباید رفتار کنیم که یکی شکلات بگیره دستش، عمو جون قربونت برم بیا این شکلات مال تو، بعد ببر آدم ببره تجاوز میخواد به آدم بکنه، مثلا به بچه بکنه. بس دیگه. اگه کسی تا این لحظه‌ای که داریم صحبت میکنیم رسانه سعودی نشنال رو نشناخته، دیگه هر کاری میخواد بکنه. من توی برنامه هم گفتم اتفاقا این رسانه از بعد خطرناکتر هم خواهد شد. چرا؟ برای اینکه الان دیگه رسانه دیگه نیست، تو رسانه های جریان مینستریم مدیا که مثلا اخبار رضا شاه دوم هم پوشش بده، مصاحبه ایشون رو پوشش بده، جایی که ایشون میرن رو پوشش بده و اینا، چون بی بی سی که اصلا شمشیر رو از رو کشته بهتر، بی بی سی که اصلا دیگه مش اصلا خبری از ایشون پخش نمیکنه، مگر اینکه مثلا چجوری بگم، مثلا یه چیزی بخواد در تخریبش پخش کنه. اما سعودی نشنال الان داره پوشش میده، خیلی داره. مثلا یه جایی ایشون بره یه سخنرانی بکنه، یه مصاحبه بکنه، پوشش میده، یه سری از آدم ها سریع قلبشون اکلیلی میشه. آخه عجب رسانه خوبی، عجب رسانه ملی. مردم ایران، رسانه سعودی نشنال به خون بچه هامون خیانت کرد، اینو دارم با تمام وجود میگم، بدون کینه هم میگم. در مورد مراد ویسی هم بهتون بگم، دقیقا پروژه سفید شویه، چهار تا تعریف بکنه، آب نبات بگیره دستش،
که مثلا گول بزنه بقیه. ببینید دارم خیلی سعی میکنم واقعا بدون حب و بغض، بدون چیز شخصی، من در مورد مجتبی واحدی گفتم آدم مستقلیه، امثال او جمهوری خواهم است، ولی باش کال دعوا نداریم، خطر جمهوری خواهی رو هم گفتم. مثلا درباره آدمهایی مثل شاهین نجفی که با مثلا تفکرات دیگه ای داشتن برگشتن در سمت پادشاهی قرار گرفتن، گفتن 100% هم باید حمایت بکنیم. به نظر من حالا تو 4 تا چیز هم ممکن اختلاف نظر داشته باشی، اما یه آدمی مثل مراد ویسی رو محکم میستم و میگم بسیار آدم خطرناکیه و اصلا فریبش رو نخور. من از که ندارم که، دشمنی شخصی که ندارم که. بعد از این پست دومی که نوشتم، باز آقای یزدان پناه از دماوند کامنتی گذاشتن، اونم بد نیست بخونم. دقیقاً نکات شما درباره ایران نشناس درست است، ضمن اینکه باید امکان تغییر دیدگاه سیاسی افراد را به رسمیت شناخت و از پیوستن هرچه بیشتر آنها به جبهه پهلویسم استقبال کرد، اما باید مراقب چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه مدرس سابق دانشگاه امام حسین سپاه بود. تجربه‌ای که از ارسال امنیتی‌ها به خارج از کشور داریم مثل سازگارا و گنجی و غیره واقعا تلخ بود. حالا من خواستم کامنت ایشون رو هم اینجا بازنش کنم، علاوه بر اینکه اصلا الان مسئله فرد نیست، یعنی باز اگر مسئله فرد مراد ویسی بود آدم یه بحث دیگه ای بود، واقعا یه بحث دیگه ای بود. من اعتقاد دارم مثلا یه جاهایی نمیدونم چی بگه آدم، سعی کنیم جذب کنیم دیگه، حالا هر گذشته ای افراد داشتن، اما مسئله مراد ویسی فرد نیست. دقیقا پروژه جدید سعودی نشنال رو کلید زده، چون دیده که چطور مخاطب از دست داده، دیده چطور بی‌اعتمادی نسبت بهش به وجود اومده، دیده چطور میان پرستان در مقابلشون ایستادن. حالا و من دیگه نمیدونم مردم عزیز، مردم شریف، مردم نازنین، که ما دوباره چی بگیم واقعا. خود دانید. من فقط یک پرسش از شما دارم، آیا کسی که ادعا میکنه از آریامهر طرفداری میکنه در تلویزیونش 180 بار آمارش منتشر شده، در ایکس فارسی، در توییتر هست دوستان، 180 بار تجزیه طلبان برنددار، تجزیه طلبان رسمی، نه تجزیه طلبان یواشکی، اینها رو در اوج انقلاب ملی دعوت میکنه به رسانش؟ برسیم به جنجال صحبت‌های آقای ایرج مستاقی. خب میدونم که خیلی از همرزمان وطن پرست، میان پرستان، خصوصا در فضای ایکس فارسی و توییتر، یه بحث های بسیار گسترده‌ای رو به پا کردن و خب نظرات متفاوتی وجود داره. برخی هم وطنان به شدت مخالف ایرج مستاقی هستن، برخی ها دارن ازش دفاع میکنن در برخی زمین ها، برخی ها رشته توییت گذاشتن، سوابق ایشون رو مطرح کردن، نکات منفی که در سابقه‌شون بود رو مطرح کردن. و من الان مثلا فرد آقای ایرج مستاقی نیست، من از دید من ایرج مستاقی خب یه چیزای مثبتی داره، یه چیزای منفی داره. مثلا خب ایرج مستاقی واقعا بر ضد مجاهدین خلق خیلی روشنگری کرد و به خونش تشنن با اون گذشته‌ای که در میان مجاهدین داشته، که اون گذشته واقعا چی بگه آدم، خودتون میدونید مجاهدین چه گذشته‌ای داشتن، چه در زمان اعلیحضرت آریامهر، چه در هنگام پس شورش 57 و اینا. این یه بحثه، این یه قسمت داستانه. خب اینم نمیتونیم انکار کنیم که هم رضا شاه دوم از ایشون حمایت کرده، چند بار اسم آورده سر دادگاه حمید نوری و اینا، هم ایشون به نظر من خیلی جا حمایت کرده از به قول خودشون شاهزاده. و یه نکته مهمی هم که گفته، خیلی بارها گفته، اینه که رهبری این ماجرا باید شخص باشه و اون شخص هم ایشونه، مثل ماجرای مراد ویسی و این داردست سور نشنال و اینها.
نیمده به زور به خواد یه سری رهبر از لوپلوپ در بیاره و بشونه هم ردیف ایشون بخواد بکنه بعد اهداف خودش پیش ببره. نه گفته اصلا همیشه هم گفته گفتن به علی نژاد و اسماعیل اینا شما اصلا چی هستید که حد خودتون رو میخواید در حد ایشون بدونید و بابا اصلا حد خودتون رو بدونید از این حرفا، یعنی به رهبری فردی ایشون برای گذار اعتقاد داشته. در این حال خب این واقعیت هم هست که مثلا من خودم یادم یه بار اومد به والا حضرت یاسمین پهلوی حمله کرد بابت اون استوری مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد که به نظر من به عقیده من کاپ طلایی استوری های تاریخ اینستاگرام فارسی رو باید به والا حضرت یاسمین پهلوی داد. یکی از جذاب ترین استوری هایی بود که ببینید اصلا جذاب ترین یکی نه واقعا رتبه یک با اختلاف، اصلا یعنی شاهکار بود اون استوری مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد، شاهکار بود اون. یا اصلا من معلومه دیدم نسبت به این قضیه چیه. خب این هست از این طرف. بعد از طرف دیگه خب دوستان عنوان میکنند که نه یه گذشته داشته فلان بود یا خطر داره. همین الانم در صحبت های اخیرش هم یه سری مسائل رو گفته. برخی از دوستان یه بخشی از صحبت هایشون رو مطرح میکنن که گویا مثلا در یه برنامه طولانی چند ساعته یه جاهایی مثلا گفته که 57 ها نمیدونم اونطوری که شما میگید نیستن، یعنی مثلا یه تفسیر جدیدی از 57 ها ارائه داده. یه سری ها میگن که به شاه حمله کرده، یه سری ها میگن نه از شاه دفاع کرده، گفته ما نمیدونم باید از شاه پوزش بخوایم. حالا من میگم اصلا ببینید بحثی که الان میخوام بکنم مهمتر از یک فرده. من شخصا الان نمیخوام جاجی بکنم رو فرد آقای ایرج مصداقی، بحث من شخص ایشون نیست. و البته اون خطری رو که عنوان کردم درباره آقای مجتبی وحیدی چی گفتم؟ گفتم حتی اگر افرادی باشند که مثلا دلسوزند و مستقلند و اینها، کلن خطر جمهوری خواهی اینه که اینها زمینی رو باز میکنند که یه مش آشغال ایران ستیز در اون زمین به قدرت میرسند. این خطر جمهوری خواهیه به طور کل، حالا میخواد ایرج مصداقی باشه، میخواد مجتبی وحیدی باشه، میخواد هرکی. اما خب این مسئله رو ما میدونیم. این رو هم باید بهتون بگم، بد نیست بدونید که موقعی که کمپین وکالت به وجود اومده بود من یه ایمیلی زدم به آقای مصداقی، تا حالا اصلا با ایشون صحبت نکردم، هیچ ارتباطی نداشتم، فقط همین که میخوام بگم یه ایمیل زدم بهشون اون زمان که بحث وکالت به رضا شاه دوم بود و اون جنگ بود و اینها، دیدم ایشون داره حمایت میکنه و اینها، یه ایمیل زدم گفتم میخوای بیای در برنامه گفته بکنیم اینا، که ایشون گفت الان فرصت ندارم. بعدن هم من خودم دیگه پیگیر نشدم به خاطر اینکه فکر میکنم این چیزی که در رسانم در کانال یوتیوبم وجود داره که من فقط با افراد و شخصیت های پادشاهی خواه در این کانال یوتیوب گفتگو بکنم، این رو دلم میخواد حفظ بشه. فقط فکر میکنم یه بار با آقای مناش امیر بود که گفتگوی کردم که نمیدونم عقیده سیاسی شیه، اون گفتگوی هم که کردم صرفاً برای این بود که ببینم، چون میدونم ایشون از ماجرای اسرائیل اطلاع داره، واقعاً نمیشه انکار کرد که ارتباطاتی داره با نهادهای مهمی در اسرائیل، میخواستم ببینم واقعاً ته خواست اسرائیل در این جنگ چیه. همینو بس، اصلا نمیدونم ایشون عقاید سیاسیشون چجوری است، اینو نمیدونم. اینو فقط یه همچین مصیبت بعد خدا فکر کردم که من روند رو حفظ کنم، اصلا پای هیچ جمهوری خواهی رو باز نکنم به این کانال یوتیوب، بنابراین من دیگه پیگیری نکردم. الانم مهم نیست، واقعا برای مهم نیست. شما میتونید خیلی طرفدار ایرج مصداقی باشید، مثلا مثبت بدونیدش، میتونید بسیار دید منفی بهش داشته باشید، کاملا مخالفش باشید، اصلا دشمنش باشید، من به اینا کاری ندارم، من اصلا به ایرج مصداقی کاری ندارم. این حرفی که ایرج مصداقی زد رو این کار دارم. ایرج مصداقی در یه جمله اومد گفتش که مثلا من میگم، پیشنهاد میدم به شاهزاده به قول خودش، رضا شاه دوم به قول ما، که این رو بدون که یک سری افراد آسیب دیدن از پدر شما و اینها الیت جمهوری خواهی هستند و مثلا الیت کسانی که با شما مخالفند و اینها، و شما بیا پوزش بخوا،
یه کاری بکن که مثلا اینها هم به اصطلاح چیز بشن، اینها هم مثلا دیگه تعدلشون چیزی نباشه و همه با هم همراه بشن، یه همچین چیزی، یه همچین مفهومی ایشون گفت. این یه جملهش هم کار دارم، بقیه کار چیزای برنامه‌ش من باز نمی‌کنم. حالا همه اینا برنامه خودش هست، برید ببینید دیگه. دو هفته پیش برنامه ساختم با عنوان از تهدید حمله نظامی نتانیاهو تا جمهوری دوم، رقص با شیطان. خیلی جالبه دوستان، من دو هفته پیش این برنامه رو ساختم، لپ کلامی رو که الان سرش بحث مطرح شده در مدت اخیر، همین چند روز اخیر ایرج مستاقی مطرح کرده و سرش بحث شده رو، من دو هفته پیش لپ کلام این داستان رو در اون برنامه در موردش صحبت کرده بودم. خیلی جالب بود برای خودم. امیدوارم عزیزانی که ندیدن اون برنامه رو تماشا کنن. 100% معتقدم که رضا شاه دوم یک قدم نباید عقب بکشد. چرا؟ این عقب نشینی چنانچه در اون برنامه هم مثالهاش رو آوردم قبلا تجربه شده. آدم چیزی رو که قبلا تجربه کرده و اثر منفیش رو دیده که نباید دوباره تجربه کنه. نتیجه عکس داده عقب نشینی ایشون در گذشته. مطرح کردم در اون برنامه که رضا شاه دوم در کتاب خودشون نوشتند من تحت فشار برخی جمهوری خواهانم و بعدها ایشان با در نظر گرفتن برخی پیشنهادات ضمن عدم بازپسگیری سوگند، ضمن عدم بازپسگیری سوگند، سوگند پادشاهی که خوردن، در لفظ و در کلام در خصوص بحث جمهوری خواهی در یک مانور سیاسی مسائلی رو مطرح کردن که جمهوری خواهان رو هم همراه کنن. یه عقب نشینی ایشون در یک مانور سیاسی انجام داد بدون اینکه سوگند خودش رو پس بگیره و مثلا مسائل در مورد جمهوری خواهی مطرح کرد، آقا من نظرم به فلان چیز نزدیکتر و اینا، در یک مانور سیاسی. چرا؟ این یه جور عقب نشینی بود برای اینکه جمهوری خواه هم همراه ایشون بشن. نتیجهش نه تنها همراهی اونها نبود بلکه گستاختر شد و بعد گفتن حالا بیا سوگندت رو هم پس بگیر و فاتحه پادشاهی رو بخون. ضمناً همدلی و همراهی که نکردند و به سمت همبستگی نرفتند که هیچ، حملات رو هم افزایش دادند و حس حق به جانب هم گرفتند. حتی اگر به فرض، ببینید من دقیقاً میدونم دارم چه کلماتی رو به کار میبرم، حتی اگر به فرض نیت خیر هم، من اینجا نیت خانی نمیخوام بکنم، ادهی مثلا آقای مستاقی و اینها پیشنهاد بدن تا یک قدم عقب نشینی از سوی رضا شاه دوم رخ بده، سایرینی که قطعا هیچ نیت خیری ندارن، من حالا نیت اینا رو آقای مستاقی و امثال اون رو نمیخوام نیت خونی کنم، ولی میدونم دیگران هیچ نیت خیری ندارن و اکثر قاطع سیاسیون جمهوری خواهند، اینا به سمت سازش نمیرن و اگر ایشون عقب نشینی کنه این رو یک فداکاری برای تشویق به همبستگی نمیبینن، اینو دست میگیرن که ببینید خود پهلوی سوم هم به حرف ما رسیده و اعتراف کرده که آن دروغ هایی، اینو باید در پرانتز گفت، آن دروغ هایی که ما درباره پدرشون گفتیم درست بوده. پس فردا اینا اینطوری برخورد نمیان ببینید نمیان بگن که عجب مرد فداکاری، مثلا به خاطر اینکه یه همبستگی به وجود بیاد و اینا عقب میشینه، مثلا از کار نکرده پدرش عذرخواهی میکنه و ما هم دیگه کوتاه میایم و آقا بریم آشتی کنیم بریم برای گام مشته. نه، این کاری که نمیکنن، هارتر میشن. رک بهتون بگم، بعد هم میگن دیدی ما درست گفتیم، هر چرندی که ما تا حالا گفتیم درست بوده، خود رضا پهلوی اعتراف کرد که پدرش فلان کرده، پدرش بهمان کرده. بعد هم میان جلوتر هارتر میشن،
این کلمه رو بکارم، هارتر میشن و حملات جدید رو آغاز میکنند و اینها. واقعیت این است اکثریت قاطع سیاسیون جمهوری خواه خواهان نابودی پادشاهی خواهی و جایگاه پهلوی اند، نه به دنبال همراهی و غیره. ته فکرشون هم اینه که بعدشون نمیاد که انقدر کشش بدن تا خدای ناکرده روزی دیگر پهلوی سوم نباشه و در این فاصله جمهوری اسلامی هم استحاله بشه و بشه چین بعد از ماو و این حضرات به سفره شورش 57شون برگردن و در قدرت سهیم باشن. بنابراین عجله ای هم برای براندازی و نجات هرچه زودتر ایران ندارند، چون میدانند همین فردا اگر ایران نجات یابد امکان بازگشت پادشاهی پهلوی بسیار بالاست. همان دوران قدیم چنین پیشنهاداتی امثال این پیشنهادات حتی با فرض دلسوز بودن برخی افراد مطرح می شود. من تو اون برنامه قشنگ دو هفته پیش گفته بودم، حتی مثالم آوردم که چه کسی مثلا، که حالا بود بگیم فرضم از رو دلسوزی اومده بود برای اینکه مثلا جمهوری خواهانم همراه بشن با ایشون و کار پیش بره و اینها، بیان و مثلا چه میدونم ایشون بیاد عقب نشینی کنه. همون موقع که این صحبت ها مطرح شد تا به اصطلاح الیت جمهوری خواه، خندش میگیره به جماعت سیاسیون مطرح جمهوری خواه، اکثریتشون الان بگه الیت، طنز واقعا، الیت جمهوری خواه به اصطلاح بیان با ایشون همراه بشن. همون موقع که این پیشنهاد اینا مطرح شد در گذشته شادروان و ساچوجادین شفای نامه‌ای نوشتند و مثلا تو بخشی از اون نامه گفتند شما به حکم قانون تاریخ، به حکم قانون اساسی مشروطیت ایران، وارث حکومت 3000 ساله سلطنتی و نماینده یکی از شناخته شده ترین تاج و تخت‌های جهانی و غیره و غیره، یعنی این مقاومت رو انجام دادند کسانی مثل شادروان و ساچوجادین شفا، که خود رضا شاه دوم هم هرگز و هرگز حاضر نشد سوگند خودش رو پس بگیره و اتفاقا اخیراً هم در سفر آخر چند ماه پیش به اروپا گفتن پادشاهی خواهان از من میخواهند تو شاه بشوی و من انتخاب را به ملت میسپارم. بارها این کلیپو پخش کردم و ممکنه خیلی از اونها به من بگن که بیشتر مردم طرفدار شما پادشاهی خواه هستند، بنابراین چی داری میگی؟ و ممکنه خیلی از اونها به من بگن که بیشتر مردم طرفدار شما پادشاهی خواه هستند، بنابراین چی داری میگی؟ البته اگر کسی هم که میخواد جمهوری خواه باشه اونم مشکلی نداره. حالا اگر ایران نیاز به یک نهادی داره که اون بالا باشه اونم میشه رجبش بحث کرد. من نمیخوام درباره تصمیم بگیرم، مردم باید تصمیم بگیرن. حالا تمام این متونی که نوشتم یه طرف، در انتها باید بگویم آن طیفی که باید عذرخواهی کند و گام جلو بگذارد آن حضرات سیاسیون جمهوری خواه به اصطلاح الیت هستند. آنها بودند که به ایران سازترین مردان تاریخ ما، رضا شاه کبیر و آریا مهر بزرگ، و به ایران و نسل‌های بعدش خنجر زدند. اونا باید بیان بگن که غلط کردیم، ما این مملکت رو با آتیش کشیدیم، ما اون شاه ایران ساز رو اونطوری بهش خنجر زدیم، ما بودیم که یه مش تروریست وحشی آدم کش سرباز بیگانه بودیم و ما ایم که باید بیایم عذرخواهی کنیم. بپذیر پهلوی سوم عذر ما رو. اگه واقعیت اینه، این اتفاق باید بیفته. آریامهر کاری کرده که اینها آسیب ببینن. آخه بمیرم براشون. آخه همین چند روز پیش، فکر کنم دیروز، سالگرد سیاه کل بود. یه مش وحشی تروریست عمله اجنبی نوکر بیگانه، اون وحشیگری و اون عملیات تروریستی رو کردن. حالا مثلا الان بیاد رضا شاه دوم بگه من ناراحت شدید، ببخشید، اوف شدید،
سر اون عملیات تروریستی مثلا، یا به کیا یه مش روشن فکر پلشت 57 که سر آخرشون یا توی هاوانا بود یا تو مسکو بود یا تو پکن بود، یا یه سری ها دیگرشون که اصلا عوامل ستون پنجم سازمان های اطلاعاتی غربی بودن برای نابود کردن ایران. اینا اوف شدن، ناراحت شدن، حالا مثلا آسیب احساس میکنن، آسیب دیدن، بعد مثلا رضا شاه دوم بیاد عذرخواهی بکنه. اینا باید بیان بگن غلط کردیم، اینا باید بیان هم از رضا شاه دوم عذرخواهی کنن، هم از ملت ایران و نسل های بعدی عذرخواهی کنن، نهایتا اگر عذرخواهیشون پذیرفته بشود یه گوشه بشینن بگم که سرمون پایینه، غلط کردیم، این کارا رو کردیم، و از این به بعد نسل جوانی که داره راه خودش رو پیش میره ما سعی میکنیم کمکشون کنیم و به رضا شاه دوم در این مسیر خدمت برسونیم که به هر حال اون کارنامه پلشتشون پاک بشه. آقای مستاقی، اگر نیت خیری دارید نکن عزیز من، بین این ایران ویران کنها و ایشون سعی نکن که یه پلی بشی. اینا امتحانشون رو پس دادن، اینا همون کاری که گفتم باید بکنن، نهایتا باید بیان بگن غلط کردیم، سرشون رو بندازن پایین، ته صف پیرو راه بشن. به نظر من شما فعالیت خودتو بکن، همونطوری که از ایشون دفاع کردی در خجالت دفاع کن، بحث جمهوری خواهیت رو هم که دیگه هست، جمهوری خواهی دیگه چی بگه آدم. من قبلا خطر جمهوری خواهی رو گفتم، حتی اگر افراد نیت بدی نداشته باشه. بعدم ببینید دوستان، خیلی ها تو این انقلاب ملی پادشاهی خواه شدن، خیلی ها تازه وارد فضای سیاسی ایران شدن، یه چیزایی رو نمیدونن. مثل امروز نبود که بخش بسیار مهم و به عقیده من که اکثریت، حالا یه بخش غیر قابل انکار جامعه، یک پایگاه اجتماعی توده‌ای بزرگ در جامعه طرفدار پادشاهی پهلوی باشه. نه مدت زیادی اینطوری نبود دیگه. ما فضای سیاسیمون دوران متفاوتی رو پشت سر گذاشته در طی این 40 سال. همیشه بودند افرادی که در جای درست ایستادند و خون دادن، بعضن مو سفید کردن، عمر دادن، نه ولی توده‌های جامعه به این حالت یه همچین پایگاه اجتماعی برای پادشاهی خواهی وجود نداشت. پهلوی سوم هم، رضا شاه دوم هم، همیشه مهمترین چیز براش نجات ایران بود. از اونجایی که یک همچین پایگاه اجتماعی وجود نداشت، ایشون به پیشنهادات افراد متفاوتی برای تشکیل یک همبستگی یا یک کار مشترک و اینها روی خوش نشون داد. اون موقع ببین، اون موقع اینطوری نبود که بخش مهمی از جامعه، پایگاه اجتماعی قدرتمندی در جامعه پشت پادشاهی و مسائل ملی و اینا اینطوری پشت ایشون وایستاده باشین. عزیز نازنین هم هی به دنبال راه نجات ایران بود دیگه. یه زمانی جمهوری خواه اومدن گفتن آقا شما تنها عامل صد راه براندازی شدی، چون پادشاهی خواهی اونقدر نمیدونم اقبالی بهش وجود نداره، شما بیا بگو من مثلا خودم حالا جمهوری هم یه جایی ترجیح میدم. ایشون یه جایی باز با اون قضیه برای نجات ایران در لفظ بدون اینکه سوگند خودش رو پس بگیره مثلا همراه شد و اینا. حالا اون زمانی که توده های جامعه نبودن، مثل الان نبود، پایگاه اجتماعی قدرتمندی نبود، یه چیزی رو باید انصافا بگم، چند نفر از استخوندارای پادشاهی خواه، چند نفر از آدمهای قدیمی طرفدار پادشاهی مثلا اومدند و خیلی محکم روی پادشاهی ایستادند. حالا مثلا الان یه سری آدم ها که تازه سر این انقلاب ملی مثلا اومدن تو فضای سیاسی میان، بعضی از کلیپ های اونا رو مربوط به اون زمانی که اون بحث جمهوری خواهی مطرح شد از سمتشون به دلیلی که عرض کردم، واکنش های اونا رو الان پخش میکنن و میگن مثلا واو اسلاما در مقابل اعلی حضرت چطور شما به خود جرأت دادی که مثلا بگی مثلا این طوری وایسی و از پادشاهی دفاع کنی
وا فلان، یعنی اینم هست انصافا اینو باید بگم. وظیفه دفاع سلطنت کار پادشاه نیست، کار هواداران سلطنته. اون کسانی که میومدن بهشون میگفتن مثلا بکش کنار از اون ایده پادشاهی و فلان، نه این پیشنهادات این تیپی رو میدادن، اگر این واکنش در مقابلشون رخ نمیداد قضیه رو بدتر میکردن، بیشتر جلو میومدن، بیشتر فشار میآوردن. این سد راه شد و این در واقع جلوی فشار بیشتر به رضا شاه دوم گرفت، چون اونا فکر میکردن مثلا ایشون بیاد در لفظ یه حرفی رو مطرح بکند، یه مانور سیاسی بدهد، از دید این جمهوری خواهان، پادشاهی خواهان رعیت بودن و فکر میکردن سرشون رو میندازن پایین و میگن چشم، و اونها هم دیگه کلا فاتحه پادشاهی رو میتونن اینطوری بخونن. اما این کار رو نکردن، این کار رو نکردن و از پادشاهی دفاع کردن. در عمل ایشون رو از تحت فشار بودن نجات دادن با این کاری که کردن، در اون زمانی که مثل امروز هنوز توده های جامعه طرفدار پادشاهی نشده بود و این پایگاه توده‌ای برای ایشون وجود نداشت در بحث پادشاهی پهلوی. این بی انصافیه که حالا برخی از کلیپ های اونها رو بریم الان بذاریم بگیم نگاه کنید مثلا ایکس یا ایگرگ مثلا اونجا مثلا یه حرفی زده که انگار جلوی مثلا رضا شاه دوم ایستاده داره پادشاهی دفاع میکنه. نه، این استراتژی بود و درستم بود، کما اینکه سر همین منشور چه اتفاقی افتاد. رسانه سعودی نشنال اومد و یه چند نفر رو از تو لپ لپ در آورد، بخش ناگاه و جوگیر جامعه هم عاشق امثال اسماعیلیون علی نژاد و اینا شده بودند، همین طور فشار می آوردن به رضا شاه دوم که آقا اتحاد همبستگی کنار هم قرار بگیرید و اینها. خب چه اتفاقی افتاد؟ افراد و شخصیت های مختلفی که تریبون دارن، میهن پرست و پادشاهی خواه و عاشق خاندان ایرانساز پهلوی هن، ضمن حفظ احترام رضا شاه دوم و ضمن ایستادن پشت پهلوی، زدن منشور رو با آتیش کشیدن و این بار پایگاه اجتماعی همه شما عزیزان نازنین هم در همه جا نابودشون کردید، اون جماعت دوزاری رو. و خب نتیجه چی؟ کار درستی بود. تو همین ماجرای اخیرم سر قضیه منشور هم اینا فکر میکردن که مثلا رضا شاه دوم میبرن تو تیم خودشون و پادشاهی خواهان رعیت هستن، سرشون میندازن پایین و میگن چشم، اونا هم کار خودشون رو پیش میبرن. دیدید که نشد و کار درست هم کردیم و خود پادشاه بود که خط رو داد در جورجتان. اولین حرفی که زد گفت نقد هاتون رو بکنید. این یک، ما در جهان سیاستیم، ما باید اکت های سیاسی رو بلد باشیم، ما باید سعی کنیم به لحاظ سیاسی بهترین اکت رو بکنیم. این معنیش هیچ وقت مخالفت با پهلوی نبوده. اینو دلم میخواست رو بگم انصافا، چون واقعا دلم میسوزه. یعنی میبینم بعضی موقع مثلا از یک کلیپی مثلا از یه فرد پادشاهی خواه قدیمی مثلا پخش میکنن که مثلا در یه زمانی که من میدونم ماجرا سر اون بحث اون بوده که اون زمانشون به دلایلی که گفتم اون پیشنهاد و قبول چیز کرده بودن و اینا، خب مثلا یه سری اومدن رو پادشاهی وایستادن. لازم بود برای اینکه ایشون از زیر فشار خارج بشه، ایشون بتونه به اونایی که بهش فشار میارن بگه ببینید منم بخوام پادشاهی رو بذارم کنار، اینا نمیذارن. خب این یه کار سیاسی مشترکه. تو رو خدا یه خورده بعد آدمایی که تازه چند ماه وارد فضای سیاسی شدید، خیلی هم خوش اومدید، دمتونم گرم، مخلص همتونم هستم، ولی یه خورده فکر کنید وقتی دارید حمله میکنید به برخی از افراد. حالا همه اینا به کنار، همه چیز مهم نیست. ببینید اصلا همه مسائل رو بذاریم کنار، الان ما در یه وضعیت سیاسی هستیم که رضا شاه دوم در آخرین سخنرانی به اون اشاره کردن، گفتن من همیشه حس تنهایی میکردم. منظورشون وقتی اینو میگفتن این نبود که
تعدادی از میهن پرستان مثلا نبودند همیشه در کنار ایشون یا حاضر نبودن جانشون رو فدایشون کنن، منظورشون بحث اقبال جامعه است، منظورشون بحث پایگاه اجتماعی وسیعه، که گفتن من همیشه احساس تنهایی میکردم ولی دارم میبینم که این نسل جدید چطوری هستن و من همیشه میدونستم که این نسل جدید روزی خواهند اومد. بله دیگه پادشاه تنها نیست و الانم سامانه پادشاهی در یه جایگاهیه که احتیاجی با اتحاد با هیچ تروریست و پنج و هفتی و ایران ستیز و چپ و چوله و این چیزهایی نداره. نهایتا اگر برخی افراد واقعا معدود مثلا حالا جمهوری رو ترجیح میدن اشکالی نداره، با اونا دعوا هم نداریم حالا تا زمان نوع تر، ولی این که دیگه پنج و هفتی آشغال و یه فدرالیست تجزیه طلب و یه دونه نمیدونم کمونیست دوزاری بنگی و یه دونه نمیدونم اینا هم همه دوباره نخه، تموم شد، این دوران گذشت و امروز همون شده که خود ایشون در اون سخنرانی عنوان کردند. پاینده و پیروز و سربلند باشید. من اون سخنرانی رضا شاه دوم رو براتون پخش میکنم، 10 دقیقه گزیده اون رو پخش میکنم که بسیار هم قاطع و محکم خصوصا به این غربی ها داشتن گوش زد میکردن مسائل رو که آقا اگر راست میگید از مردم ایران حمایت کنید، اگر راست میگید کار درست رو انجام بدید و معنی حمایتتون هم چیزهاییست که ایشون گفتن در اون سخنرانی. پاینده و پیروز و برقرار باشید. پاینده ایران جاوید شاه، بدرود تا بعد. ببینید در واقع این مماشات با جمهوری اسلامی بوده که مخصوصا در این یکی دو سال اخیر، حداقل یکی دو سال اخیر از دولت بایدن شاهد بودیم. وقتی که شما به رژیم پول میدید که گروگان‌ها را آزاد کنین، وقتی میبینید که تحریم‌ها به درستی اجرا نمیشن، پیاده نمیشن و از این پول‌ها استفاده میکنن به جای اینکه خرج مردم ایران کنن، خرج نیروهای نیابتشون میکنن، خب چه انتظاری دارید؟ چه انتظاری دارید؟ بهترین چیزی که آقای بایدن میگفت به ایرانیا don't نکنید. آیا شما شنیدید که چرچیل بگه don't؟ آیا رونالد ریگان گفتش don't نکنید؟ نه، گفت این دیوار برلین رو بکشید پایین. ما رهبری قوی نداریم مخصوصا در دنیای غرب، پس به یاد داشته باشیم چیزی که به جنگ جهانی دوم خاتمه داد رهبری قوی روزولت در واشنگتن و چرچیل در لندن بود، چیزی که در نهایت امپراتوری شوروی رو فروپاشوند و به فروپاشی دیوار برلین انجامید رهبری قوی تاچر در بریتانیا و ریگان در آمریکا بود. Just a question. But all I'm suggesting is that چیزی که من دارم میگم اینه که اگر تصمیم گیرنده ها they have to understand that the world is not going to be silent on that. This is people's time. بخوان که تزلزل نشون بدن، باید بدونن که دنیا ساکت نخواهد نشست و شما باید این دستور کار رو به اونها تحمیل کنید. نباید بهشون اجازه بدید که خودشون تصمیم بگیرن، چون میبینید که تصمیم های درست رو نمیگیرن. بنابراین ما هستیم که باید این تغییر رو ایجاد کنیم. وقتی که پرزیدنت دوگل گفتش که اگر شرایط مساعد نیستن شما هستید که باید شرایط رو مساعد کنید، بنابراین ما هستیم که باید شرایط رو تغییر بدیم. بنابراین چه جو بایدن باشه چه دونالد ترامپ باشه، باید نشون بدیم که همونطور که گفتم شما نمیتونید دیگه مماشات کنید با جالوت. باید در سمت مردم ایران بایستید. متاسفانه
تغییر رژیم و سرنگونی رژیم یک مفهوم منفی شده. مدت‌ها در این دو دهه اخیر نمی‌شد و نمیشه که از تغییر رژیم در واشنگتن صحبت کنیم به واسطه چند تجربه منفی. و البته ما از آمریکا نمی‌خوایم که سرباز بفرسته داخل ایران. نه، ما میگیم از مردم ایران حمایت کنید. از پول دادن به رژیم جمهوری اسلامی دست بکشید، مردم ایران رو کمک کنید. این چیزی که ما از شما میخواییم، این کار رو کنید. اطمینان حاصل کنید که مردم ایران از دنیا جدا نیفتادن، دسترسی به اینترنت دارن. چی میخواییم از قانونگذارها؟ که از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی استفاده کنید، که پول مردم ایران هست، که کمک کنید به اعتصاب کارگران. ما خواستار پول مالیات دهنده آمریکایی یا فرانسوی یا آلمانی نیستیم. ما میخواییم از پول خودمون مصرف کنیم، ولی خب باید سیاست رو عوض کنید برای اینکه این ممکن بشه. بنابراین این سیاستی که مانع میشه از اینکه هر گونه پولی به داخل ایران سرازیر بشه برای حمایت از خانواده هامون. هر کدوم ما میتونیم اسپانسر یک خانواده در ایران باشیم با پول خودمون، با پول مردم ایران، تا بتونن که ریسک کنن و اعتصاب کنن. این رژیم رو سرنگون میکنه، به جای اینکه نمیتونیم هر روز بریم تو خیابونا تیر بخوریم. 3 ماه حتی زودتر رژیم سقوط خواهد کرد. اما در عوض براشون آسان‌تره که مسئله رو زیر فرش کنن، مخفی کنن، ندیده بگیرن و بگن بله این واقعیتی است که باید باهاش زندگی کرد. و این حقیقت نداره. کدوم بخش از این رژیم نماینده مردم ایرانه؟ چه مشروعیتی دارن که بشینن سر میز مذاکره؟ حالا چه برجام باشه یا هر مذاکره ای، اونها از ما نمایندگی نمی کنن. بنابراین این در واقع توهین به ماست وقتی که پشت میکنید به ملتی که همون ارزش های شما رو داره، درباره حقوق بشر، درباره آزادی، درباره آزادی ها. اما با وجود این تصمیم میگیرید که با این رژیم مذاکره کنید و اجازه ندیم که روایت رو کسانی که کم میدونن درباره کشور ما یا منافع خودشون رو دنبال میکنن کنترل کنن، چون این مشکل رو هم داشتیم. فقط بحث کم بوده اراده نیست، مؤلفه‌های زیادی هستن که گاهی وقتا ایجاد ابهام میکنن، سیاستمدارها یا قانونگذارها، حتی رسانه‌ها. بنابراین فکر میکنم یکی از مؤلفه‌های کلیدی اینه که وقتی من یادم اون سالی که در قاهره بودم در همون ابتدای کار، بعد به زحمت تلفن می‌کردیم به پاریس یا لندن. امروز شما میتونید وسط بیابون باشید با یک تلفن هوشمند و میتونید آنند ارتباط برقرار کنید با سراسر دنیا. بنابراین این یک ابزاری است که با وجود تلاش‌های رژیم برای محدود کردنش، تلاش برای این که فیلتر بگذاره و مردم رو جدا کنه، قدرتی که این به ما میده، این خیلی مهمه. برای این که بسیار از توقعات ما، بسیار از خواستای ما اگر تبدیل به سیاست نشن بر مبنای ارتباطات، من فکر میکنم که نسل جدید ما نه فقط این رو میفهمه، بلکه از این ابزار استفاده میکنه. و چیزی که من میخوام به شما بگم، میخوام از شما دعوت کنم که دقت کنید، نه فقط ایرانی ها با هم دیگه ارتباط داشته باشن، بلکه ایرانی ها باید با دوستانی که در سراسر جهان دارن صحبت کنن. این خیلی مهمه. ببینید، آفریقای جنوبی رو فقط مردم آفریقای جنوبی آزاد نکردند. جنبش همبستگی در لهستان رو فقط لهستانی ها به سرانجام نرسوندن، حمایت زیادی بود از جامعه جهانی. بنابراین اهمیت این که امروز نسل زد کجاست و چه کار میتونه بکنه،
اما محدودیتی که اونا میتونن داشته باشن محدودیت مالی میتونه باشه اما محدودیت آرمان های اونها و خواسته های اونها نیست. از زمان جنبش مهسا و زن زندگی آزادی تقریبا با هیچ این اعتراض ها رو انجام دادن. حالا فرض کنید، تصور کنید با حمایت چه کار میتونن بکنن و باید به اینجا برسیم. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و ارتش آزادی بخش میلیون ها ایرانی هستند که در خیابان ها برای آزادی خودشون و برای صلح در منطقه با جان خودشون این قیمت رو پرداخت میکنن. با نهایت فداکاری به این هدف خواهند رسید. حالا ما یا میتونیم از اونها حمایت کنیم در این نبرد و کنار ننشینیم و نظارگر نباشیم. من بیش از 14 هست که در کنار ننشستم که منتظر معجزه‌ای باشم و برای بسیاری از سالها شاید احساس تنهایی میکردم، اما امروز نسل زد ایران متولد شدن و زمانی که اونها متولد نشده بودن من میدونستم که یک روزی اونها به دنیا خواهند اومد و این روز فرا خواهد رسید و من اون زمان فقط امید نداشتم، اعتقاد داشتم، اعتقاد و باور به ملتمون و به اراده مردممون. من باور داشتم که ایرانی های همه ادیان و همه کیش ها همونطور که قبل از انقلاب در کنار هم در صلح زندگی میکردن یک روز دوباره آزاد خواهند شد و ما یک بار دیگر ملتی خواهیم بود متحد به احترام به آزادی های بنیادی و حقوق همه شهروندانمون. نسل موسوم به زد امروز تصمیم گرفته که چه مسیری رو میخواد طی کنه برای آینده. من فکر میکنم بعد از چندین تلاش برای اصلاح کردن رژیم، هممون موج اول رو به خاطر داریم با خاتمی و دانشجوانی که فکر میکردن این امکان هست، بعد جنبش سبز رو داشتیم. چند بار باید همین مسیر مشابه رو امتحان کنیم و فکر کنیم که یک نتیجه متفاوتی میگیریم. و من فکر میکنم اگر که این اظهار نظرهایی که اخیراً بعضی از این اصلاح طلبان سابق مطرح کردن، مشکل صرفاً بحث اصلاحات نیست، بلکه مشکل ریشه‌ای خود این انقلاب، این انقلاب، این انقلاب و خود این رژیم است. زنده باد دودمان ایران ساز پهلوی، هویت میدهد به نام این وطن، هویدا چون شود نام پهلوی.